شمار اندکی از تحلیلگران امور ایران در مصاحبه های دو روز گذشته در شبکه های تلویزیونی فارسی زبان این پرسش را مطرح ساختند که آیا بین جناه تندرو در حکومت اسلامی ایران و دولت اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو نوعی هماهنگی به هدف خونسا کردن گفتگوهای وین جریان دارد علت این امر آن است که اسرائیل در ماه‌های اخیر بیشترین تلاش خود را به کار گرفته تا مانع آن شود که دولت پرزیدنت بایدن به فوق اتمی برجام به همان متنی که اکنون وجود دارد بازگردد ولی اگر این ارزیابی درست باشد که جناه اصولگرا در ایران واقعا برای خونسا کردن مذاکرات تلاش می کند تلاشی که اسرائیل نیز به مشابه آن دست زده است ولی هدفهای دو طرف در دو جهت کاملا متفاوت قرار دارد زیرا در حالی که هدف جناه اصولگرای ایران آن است که همه تحریم ها باطل گردد بی آنکه رژیم ایران امتیازی به امریکا بدهد و کوچکترین وقت در برنامه های اتمی آن ایجاد گردد. هدف و امید اسرائیل آن است که بتواند امریکا را از بازگشت به برجام به صورت کنونی آن دور سازد. زیرا همه خطرات پیشین را باز خواهند گرداند و در سالهای آینده خاورمیانه در برابر یک فاجعه بزرگ قرار خواهد گرفت. جناح اصولگرا خواهان برداشتن همه تحریم ها و بازگشت به فعالیت کامل اتمی برای رسیدن به بمب هسته ای می باشد ولی هدف اسرائیل کاملا در مسیر متضاد گام بر اسرائیل بر این باور است که در چارچوب توافق تازه باید همه تأسیسات اتمی و موشکی رژیم ایران برچیده شود زیرا اگر این حکومت با کمک پول کلانی که امریکا ممکن است با برداشتن تحریم ها به سوی ایران سرازیر شود دوباره به روی پای خود خواهد ایستاد و در ظرف مدت کمی خواهد توانست برنامه های اتمی را از سر گیرد و به ساخت بمب هسته ای نزدیکتر شود. در اسرائیل این گمان وجود دارد که بخشی از ابراز مخالفت های جناه توندرو با ادامه مذاکرات وین جنبه جنگ زرگری دارد. آنها بر این باورند که اراقچی و دیگر شرکت کنندگان در گفتگوهای وین مستقیما با علی خامنه‌ای و دفتر او در تماس هستند و همه دستورات را از او می‌گیرند. بنابراین اگر خامنه‌ای واقعا با مذاکرات مخالف بود اجازه آغاز آن را نمی‌داد. ابراز مخالفت جناه رو در اسرائیل چندان جدی بوده که موجب جلوگیری از آغاز گفتگوها و یا لغو ادامه آن شود ارزیابی در اورشلیم آن است که خامنه ای در انتظار نتایج مقدماتی این گفتگوهاست و اگر ادامه آن موجب ناخشنودی او باشد بلافاصله دستور قطع آن را صادر خواهد کرد بنیامین نتانیاهو بر این باور است که امروز نیز همانند شش سال پیش اوضاع اقتصادی رژیم ایران آنقدر خراب است که ایالات متحده میتواند با یک سیاست قاطعانه رژیم ایران را به پذیرش شرایطی و دارد که بازگشت به برنامه های اتمی را امکان ناپذیر سازد نتانیاهو بر این باور است که شش سال پیش نیز رژیم ایران از نظر اقتصادی در همین وضع قرار داشت و اگر پرزیدنت اوباما پافشاری نشان میداد امکان داشت رژیم ایران را به توافقی کشاند که بازگشت ایران به برنامه های اتمی را امکان ناپذیر سازد نتانیاهو برای روشن ساختن این استدلال به دولت و مردم امریکا شش سال پیش به واشنگتن سفر کرد و در سخنرانی در کنگره امریکا با برای نمایندگان توضیح داد که چرا اسرائیل این چونین قاطعانه با برجام مخالفت میورزد الان یه شرطی در کشور به وجود اومده که قریب به اتفاق مردم به قریب به اتفاق مسئولین بیعتمادن چرا اینطور شده؟ باز می گردن مردم آقا ملت بهتری ملت تاریخه اینقدر ملت نجیب اینقدر ملت پاک اینقدر دلسود اینقدر فداکار اینقدر صبور چطور این همه خطاهای شما رو مردم میبینن صبر میکنن فرصت میدن بشون با گردن مردم بابا به خدا بی اعتمادی مردم محصول بد عمل کردن مسئولین است محصول بی صداقتی مسئولینه نه محصول مردم مردم چیکار دادن اون کارگر و کشاورز و معلم و مدرسه و دانشجو مهندس و غیر مهندس و پزشک و اینا هم دارن کار میکنن آقا اگه غیرت داری اگه خیلی هنر داری برو جلوی بیگانه رو بگی که نهان تو نتنس هستی رو بدن بالا ارزه داری این کارو بکن ارزه داری جلوی این هزار میلیارد هزار میلیارد قارت بیت المال بگیر های زود تو کارگر بیچایه میرس که با تصمیم غلط تو زندگیش زیر رو شده اومده اعتراض کرده به جنگ که بری کنارش بیسته بگه بله ما قبول داریم سخت چشم ما درست میکنیم بیا حالا سب میکنم دوباره بررسی میکنیم الا بلا این بعد حتما اجرا بشود ولو غلط ولو با کشتن مردم معلومه که رفت درست شده آقا شما درست شدید که از مردم دفاع کنید نه اینکه مقابل مردم بیست. مردم سالی چل پنجاه هزار میلیارد تومن دارن خرج این دوتا نهاد اطلاعاتی امنیتی میکنن که امنیت مردم رو برقرار کنه شما مقابل مردم آقا چرا از من در عباس برید تهران به تو چه کجای قانون به تو اجازه داده از مردم بپرسی برای چی میری کجا میری کجا اجازه داده خلاف قانون خلاف معموریت خلاف فلسفه وجودی آقا به خدا این جزیره قش رو بده دست خود ایرانیه دست مردم قش آبادش میکنن نیاز نیست بیگانگان بیان با امتیاز از ما بخوان اونجا کاریش کنن هرمز و فارسی و هنگام و لاوان و لارک و همه رو بخوام کیش و آقا به خدا نیاز نیست که بری سرخم کنی جلی بیگانه و امتیازهای بزرگ بدی بخواد بیاد دوزار اونجا خرچ کنه بالاخره هر کس با مردم نباشه مقابل مردم باشه بیگانه چه فرقی میکنه اسمش چی باشه فامیلیش چی باشه بعضی وقت آدم شک میکنه واقعا آخه میشه آدم ایرانی باشه و نسبت به ایران انقدر بیحس باشه بی حس. میشه بعضی وقت آدم شک میکنه میشه رو دریای ثروت مردم هستن و نیازمند خب معلومه یه جای کار گیر داره دیگه من فکر می‌کنم هم گیرش همونه که این نهادهای اداره کشور از اونوری شدن ما در دوره خودم من دو تا وزیر اطلاعات عوض کردم هم دور اول هم دور دوم چون اینا مثلا اینا رفتن تو خاکی هر چی میگیم آقا مراقب بیگانه باش میان ترور میکنن مردم رو اذیت میکنن اقتصاد رو خراب میکنن افتادن رو جون مردم خودمون به پرونده بساز تهدید کن فشار بیار ممانعت کن دو حق ندارید شما این کارو بکنید ما ایرانیم انقلاب کردیم اولین شعار ما آزادی بود در این کشور بالاترین شعار ما آزادی بود کشور مال مردمه حکومت مال مردمه دولت مال مردمه اطلاعات و امنیت مال مردمه بودجه مال مردمه سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردید. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. پیروز باشید و تندرست.